تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. سر سفره قرآن آیه به آیه، هر آیه چند دقیقه خیلی فشرده تفسیر کوتاهی داشته باشیم. جزء سوم سوره آل عمران آیه 32 با هم بشنویم. قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بگو خدا و رسول را اطاعت کنید، پس اگر سرپیچی کردن بدانید که همان خداوند کافران را دوست ندارد. ای که قرآن میگه مطیع خدا و رسول باشید، پیغمبر اکرم علاوه بر آیات الهی یه دستورات حکومتی هم داشتن. یه دستورات الهی است، یه دستورات مدیریتی و حکومتی. دستوراتی که به مناسبت زمان و مکان و افراد و شرایط تغییر پیدا میکنه. مثلا گاهی وقتا نمونهشو در انقلاب خودمون دیدیم که زمان شاه بود، امام میخواست اظهار کنه که من با امام زمان رفیقم، به چراغونی نیمه شعبان بها میداد. یه مرتبه امام خمینی فرمود که امسال کسی چراغونی نکنه. خب امام خمینی نایب حضرت مهدی بود، اما گفت امسال چراغونی نکنه، برای که از این چراغونی شاه میخواد استفاده کنه که بگه من مذهبیم. مثل که شاه قرآن چاپ میکنه، امام خمینی فرمود که کسی قرآن شاهو نخونه. شاه آمد قم زیارت، امام خمینی فرمود کسی به استقبال شاه نره، امروز که شاه میاد قم همه مردم قم تو خوناتون بشینید. این شاه ببینه که هیچ کس از او استقبال نکنه و منفوره. ببینید گاهی وقتا امام خمینی دستور میده که سخونش برو نیاد، شیر نفتو ببندید، سربازا از سربازخونه فرار کنن. حتی یه مدت نماز جماعت ها رو فرمود که حتی یه مرتبه فرمود نماز جماعت ها تعطیل بشه، تا مدتی نماز جماعت ها تعطیل بود. یعنی هی با این دستورها انقلاب رو داغ میکرد و شاه رو هی عقب میزد. اینا دستورهای حکومتیه. پیغمبر اسلام دستورهایی که مثل نماز و حج و روزه و اینهاست، دستورات الهیه. یه دستوراتی است برای اداره کشور که کجا برید، کجا نروید، چه بکنید. دستورات حکومتی هم باید اطاعت کرد. اطیع الله و رسول، مطیع خدا باشید و مطیع رسول باشید. شاید نظر داشته باشه به دستورات حکومتی و مدیریتی. خب از این آیه نکاتی که استفاده میشه اینه که رفتار و گفتار و کردار پیغمبر حجته. چون وقتی گفت خدا گفته مطیع باشید، ما وقتی میتونیم مطیع در بس بشیم بدونه چرا؟ که تمام کاراش حجت بشه بدون شرط. گاهی وقتا خداوند میگه مطیع باش ولی شرط گذاشته. مثلا میگه مطیع پدر و مادرت باش و بالوالدین احسان و گوش بر بهشون بده، اما یه جا میگه نه اینجا گوش نده. و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطع. اگر پدر و مادر خواستن از مرز توحید بیرون کنن دیگه گوش نده. اینجا میگه اطاعت کنید، دیگه هیچ شرط هم نداره، بی قید و شرط میگه اطاعت کنید. پیداست هم پیغمبر معصومه و هم تمام کاراش و گفتار و رفتار و کردارش حجت. بعد میفرماد فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اگر اینها گوش به حرف خدا و رسول ندادن، خداوند کافرین رو دوست ندارن. پیداست گوش ندادن به حرف رسول سبب کفره. یعنی محبوب شدن یا منفور شدن نزد خدا دست خودمونه. ان تولوا ان الله لا يحب الكافرين. اگر پشت کردید گوش ندادید، خدا دوستتون نداره. معناش اینه که اگر گوش دادید خدا دوستتون داره. خب این آیه هم که آیه 32 بود تمام. خلاصه این آیه این شد که بسم الله الرحمن الرحیم فرمان پیغمبر این فرمان خداست. خداوند فرموده همینطور که مطیع من هستید، مطیع دستورات پیغمبرم باشید. چه دستوراتی از طرف خداوند نازل شه، چه دستورات حکومتی و سیاسی و مدیریتی که خودشون تصمیم بگیرن به خاطر مصلحت اسلام و مسلمین یه دستوری بدن. اطاعت از دستورات پیغمبر واجبه، اعتراض کردن از دستورات پیغمبر مساوی است با کفر و خداوند کفار را دوست نداره، ولی اگر اطاعت کنید خدا دوستتون داره. دوست داشتن محبوب خدا بشیم یا نشیم مربوط به خودمونه.
مطیع بودیم محبوب خدا هستیم، مطیع پیغمبر نبودیم محبوب خدا نیستیم. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده هر چی تو گفتی و هر چی پیغمبرت و اهل بیتش گفتن تسلیم محض بشیم و به همه دستورات با کمال عشق عمل کنیم، عملی آزادانه، آگاهانه، عاشقانه، این گونه امتی باشیم برای پیغمبر. السلام علیکم و رحمت الله.